درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و چهارم از ماه ژانویه سال 2013 میلادی. در روزهای جمعه یک ساعت و نیم خدمت شما هستیم و در این چند هفته سعی کردیم با دوستانی دیگر صحبت کنیم. امشب با آقای حمید کوثری صحبت میکنیم، فعال سیاسی آزادی خواه، از اعضای قدیم کنفدراسیون دانشجویی، عدالت خواه، و با صحبت میکنیم و در واقع در باب سوابق ایشون از ایشون خواهیم پرسید. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ بخوانم خدمت شما. بله، بگذار تاز شارع میخانه بگذریم، که از بحر جرعه ای همه محتاج اون دریم. روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرطان بود که جز ره اون شیبه نسپریم. به به، جایی که تخت و مسند جم می رود به باد، گر غم خوریم خوش نبود، به که می خوریم. تا بو که دست در کمر او توان زدن، در خون دل نشسته چو یاقوت احمریم. واعظ مکن نصیحت شوریدگان، که ما با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم. واعظ مکن نصیحت شوریدگان، که ما با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم. چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا، ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم. از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت، بیچاره ما که پیش تو از خاک کمترین. حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست، با خاک آستانه این در به سر بری. عرض می کنم که حدود، عرض کردم خدمت شما، حدود 30 تا 35 غزل هست که حافظ سعدی رو مقابل چشم داشته است. بله، همین بیتی که اینجا آورده، از جرعه تو خاک زمین در و لعل یا بیچاره ما که پیش تو از خاک کمترین. گفتی ز خاک بیشترن اصل عشق من، سعدی فرمود از خاک بیشتر نه، که از خاک کمترین. ما با توییم و بی تو نیم، با تو نیم، این بل عجب. ما با توییم و با تو نیم، اینت بل عجب، در حلقه ایم با تو و چون حلقه برداریم. خب این عرض میکنم از این داستان. امروز داشتم در باب دموکراسی و مطالبی که متناسب هست با بحثی که خواهیم داشت با آقای کوثری نگاه میکردم. آقای علامت تلفن کردم. ما خوشبختانه در میان تمام اقشار جامعه الحمدلله که در واقع بیننده داریم، در واقع توجه هموطنان ما به این برنامه سرزمین جاوید خارج از تصور پیشبینی بنده بوده و من بسیار بسیار سپاسگزارم از شما هموطنان گرامی که لطف میکنید و توجه میکنید، مطالب رو دنبال میکنید، در باب اونها بحث میکنید، در ایران، خارج ایران، افغانستان، عرض میکنم که و جاهای دیگر. و دوست عزیزی داریم که ایشان در اورنج کانتی صاحب مکانیک شاپ هستن، اسم شریفشون هم بنده الان نمیدونم. دو سه باری من پیغام ازشون گرفتم، از لطفشون خیلی سپاسگزارم. ایشون با آقای عبدالعلی بازرگان هم دیدار داره در اون مکانیک شاپ. بعد مکالمات ایشون و سوالهایی که از این مرد محترم میکنن به بنده میرسه. امشب یک چیزی آمد که به طور کل من همه چیز رو فراموش کردم، و اون این که ما خدمت شما گفتیم که در موضوع عایشه وقتی که پیغمبر به جنگ میرفت، عایشه رو با خودش میبرد. حالا چرا میبرد باید از خودشون پرسیدن. میده به جنگ، پیغمبر میره جنگ چه بکنه؟ دومی که حالا یک زنی بچه رو با خود به جنگ بردن، اینا حالا من کار ندارم این حرفا، اینا یک چیزایی است که واقعا پشت آدم میدرزه روش فکر میکنه. بعد موقع بازگشت این میگه مطلبی است که بین شیعه و سنی هیچ اختلاف نظر نیست، چون نص صریح تاریخ اسلامه. عرض کردم اسلام تنها دینی است که اسمش از خودشه، کوچکترین حرکات پیغمبرش اصحابش ثبت شده. خلاف مسیحیت و بودایی و غیره و غیره،
به جهت اینکه از ابتدا در واقع این مدعی شد که این یک دینی است، خدا الله فرستاده است و این پیغمبرش هم اینجا ایشون هستن و حرکات و سکنات و گفتار و همه اینها ثبت شده و هست، اینا همه هست، تمام تاریخ اسلام در دست ماست. در بازگشت از این جنگ عایشه سوار کجاوه می‌کردن، کجاوه که بسته بود روش و اینها، و بعد میگوید من کاری دارم در وسط بیابان که سپاه برمیگشته، اونجا دو سه نفری یا چهار نفری این کجاوه رو از روی شتر میذارم پایین، و بعد که کار عایشه علی ظاهر تمام میشه این کجاوه رو دوباره میذارن روی شتر. خب از بس این بچه سبک بوده این چهار مرد قوی متوجه نمیشن آیا در این حد یا نیست. وقتی میان میرسن به مدینه، مدینه تو نبی، محل برد فروشی آدم کشی و این حرف ها، میبینن که عایشه نیست. فردا بعد از ظهر میبینن که بعد نزدیک های غروب که عایشه عرض شود که سوار شتر هست و یک جوان بالا بلند خوش سیمای عرب هم داره با ایشون میاد. خیلی خوب شروع کردن که شایعات کردن و در باب عایشه و رابطش با صفوان سخن گفتن. این نص صریح تاریخه، این دیگه داستان نه به شیعه هر مربوطه است نه به سنی. و این که بله خب این پیرمرد بگو آقا دم مسجد می نشستن از این حرفا می زدن. آقا پیرمرد تو چه کاری داشتی بری بچه دختر رو ازدواج کنی که حالا مجبور بشه با جوانان خوش سیما بره؟ حقش عایشه، نوش جانش، از این حرفا می زدن. داستان به درازا کشید، به درازا کشید و بر پیغمبر اسلام هم عاشق و شیفته و کشته و مرده این عایشه بوده، همه دنیا میداد. با علی مشورت کرد، علی میگوید که بیرونش کن این فلان ابن فلان رو، این به اندازه نمیدونم نعلین تو نمیارزه، زن زیاد فلان از این حرفا، ولی اون دلش در گرو عشق عایشه بوده. آقا جان چه میکنه؟ میخونم این جلد در واقع سوم از تفسیر کبیر محمد ابن جریر طبریز، مهمترین شخصیت علمی اسلام بوده در این زمینه. این دیگه حرف بنده و آقای عبدالعلی بازرگان نیست. آقای عبدالعلی بازرگان مطمئنن مرد شریفیست، مطمئنن در اخلاق و رفتار و گفتار خلف صدق مرحوم پدر بزرگوارشون هستن، اما به هر صورت ایشون هم مثل بنده رافضی هستن دیگه، قربونتون برم. با این تفاوت که ما 13-14 سالگی به سیم زدیم فهمیدیم همه اینها دروغ بوده، در دست رافضی هیچ حقیقتی نیست، در دست شیعه هیچ حقیقتی نیست. شما هموطن عزیز من اگر میخواهید در باب تاریخ اسلام اطلاع حاصل کنی، در باب خلقیات اصحاب اطلاع حاصل کنی، رجوع کن به یه عالم سنی، به شرطی که وهابی هم نباشه، وهابی ولی نباشه، شافعی هم نکنم، حنبلی، حنفی، برید پیش اونا آقا چیزی بپرسید. اگر که وقت نداری، اینا 5-6 تاریخ هستن، اینا تاریخ های کلیدی اسلام هستن، همه دنیا تا اسلام شناسی میکنه با این 5 تاریخ. ابن هشام مدائنی، دو تا باقدی، طبری، ابن اسیر، دو نفر دیگر هم من میتونم نام ببرم، مهم هستن یکی عرض کنم که ابن خلدونه و اون یک اسم کتابش فراموش کردم، مروج الذهب و معادن الجوهر. اینا 5-6 تا مورخ هستن، همه اینها اونجا هست. بعد تفاسیر قرآن دارید، یعنی در واقع وقتی که قرآن رو ما میخوانیم مورخ و مفسر میگوید که در واقع شأن نزول این آیات چه بوده. 17 آیه در باب عصمت عایشه در قرآن هست، از آیه 11 سوره النور تا آیه تا 17 آیه بعدی 25 و 6. بعد حضرت تشریف بردن منزل، چون رفته بود منزل پدرش، یعنی عایشه قهر کرده بود منزل پدرش رفته بود و ایشون تشریف بردن که من از نص کتاب برای شما خواهم خوند تا آقای عبدالعلی بازرگانم متوجه هم بشوم. اونجا دستشون رو گذاشتن به کریاس در، 17 آیه در عصمت عایشه نازل کردن. همونجا عرض میکنم قوانین مربوط به زنا و چهار شاهد و غیره و ذالک همه در اینجاست، از اینجا ناشی شده.
وقتی این سخنان رو گفته، عایشه گفته از خدا ممنونم نه از تو، که ابوبکر در دهنش رو گرفته با کی داری صحبت کنی؟ با حضرت رسول الله اینجوری حرف نمیزنن. گفت این مرد به من چیز که اتهام زد اینا، من از خدا ممنونم این آیات رو برای من فرستاد. این دیگه انقدر مشهور هست که فکر نمیکنم کسی که کوچکترین آشنایی با تاریخ اسلام داشته باشه غافل بشود از این واقعه و از این آیات که برای عایشه آمده. خب اسم که بله، ما در اصل فقط به جز اون فحش پدر و مادر و زن و بچه که به ابو لهب داده، اسم کسی رو نمیبره، چون میخواد عمومیت پیدا کنه، میخواد قانون بشه این داستان ها. جز ابو لهب بدبخت بیچاره که زنش یک شعر زیبا گفته بود که شعرش هنوز هست و خدا خشمگین شده، الله مدینه یه چند فحش رکیک و ابو لهب گفته. شما تصورش رو بفرمایید، خدا این کهکشان ها زن طول عرضش معلوم نیست کجا هست، بیاد حالا بزن تو سری عرب بزنه فوش بده، فوش رکیک. هیچ چیز در دست آخونده شیعه نیست از حقیقت، مشتشه که باز کنی هیچ نیست. حالا وظیفه ما هم این نیست که را بیفتیم در این دنیا بگیم آقا تو دینت جعلیه، تو دینت درست نیست، حالا هرچی. اما امروز که این عده آمدن، این آخوندهای حریص گرسنه چشم جنایتکار دروغگو و با هست و نیست ما بازی کردن و شرافت ملی ما رو بردن و به ما شلاق زدن، بچه ها ایران میکشن و کشتن و همه ثروت های مملکت رو برباد دادن و کشور رو در معرض جنگ گذاشتن و این دروغ‌های تاریخی رو مقتدای خود کردن، وظیفه ماست که این مشروعیت و مورد سوال حقایق امور در کتاب‌های خودشون بیاریم بخونیم ببینیم آقا اینا مشروعیت دارن یا نه. وگرنه اراجیف در ادیان بسیار است. من دینی رو نمی‌شناسم که حقیقتی درش باشه، حقیقت ملموس. هیچ کدوم از این ادعاهای اهل دین قابل اثبات نیست، یک نفر شاهدم نبوده برای این ادعا. همه این ادعاها که شد، اون به آسمان رفته، اون رو به ریسمان رفته، اون جسدش پرواز کرده، هیچ کس ندیده این چیزها رو، هیچ کس. همه اینا ادعاهاست، اینا همه دروغهای شاخداره. معجزات و کرامات، کدوم معجزه؟ اصلا میسر نیست معجزه، نبوده معجزه، نمی خود جهان معجزه است، این کره زمین معجزه است، همه چیزش معجزه است. اما نه این که الله مثل نجار ساخته باشه. حالا من خدمت شما این داستان رو که بیشتر به درد دوشنبه ها میخوره، شاید اگه بحثش طول کشید بکشیمش به روزهای دوشنبه، میخونم من خدمت شما ببینیم که آیا این داستان چه بوده. شما میدانید اگر مراجعه بفرمایید به آکسفورد، به دارالعلمای جهان، کتاب هایی که جدی تلقی شدن، یکی از این کارهای شیعه در این دارالعلمای جهان هرگز تدریس نشده، یعنی جدی تلقی نشده. محققان که در تاریخ اسلام تحقیق میکنن، مهمترین مآخذشون همین هاییست که عرض کردم، به خصوص طبری، این مرد به شرافت و بزرگواری و به توان علمی و انصاف و بزرگواری بی نظیر بوده، محمد ابن جریر طبری. حالا این کتاب کی آمده؟ این رو بهرام مشیری ننوشته یا معاصرینش؟ در زمان سلطنت منصور ابن نوح سامانی، بیشتر از 1000 سال پیش این ترجمه شده دسته به فارسی. بار کردن نوشته های طبری رو، با شطور آوردن در خراسان، اونجا عربیدان های خراسان نشستن و این کتاب رو ترجمه کردن، هم این کتاب رو و هم تاریخ طبری رو. منصوب به بلعمی میدانن اون رو، اون هم مترجمین بودن، بلعمی وقتی این کار رو نداشته. برای شما میخونم، عرض میشود که و اون آیه به خصوص رو که میگوید که اونهایی که به تو تهمت زدند و دروغ گفتند، اونها از خود شما هستند و همه کسانی که به این بهتان دامن زدند گناهکارند و عذاب علیم متوجه کسانی که بیشترین گناه رو کردند. چون یه عده بودن بیشتر از بقیه مصر بودن در این شایعه، اونها رو گرفت شلاق زد و دهن همه رو بست، تموم شد کارش، برگشت و آمد منزل. چون وقتم خیلی کمه، خب ایداد بیداد، داستان مفصله، من میخونم اون چه موند خدمت شما.
خب ببینید، میگوید که محمد ابن جریر طبری مورخ بزرگ اسلام همین مطلب رو شما در شرح کشاف زمخشری میبینید، همین داستان رو در تفسیر کبیر عرض کنم که رازی میبینید، امام المشککین رازی، و همه تفاسیر این داستان آمده و این آیات هم آمده. خب میگوید و این سوره النور بیشتر اندر حدیث عایشه صدیقه رضی الله عنها فرود آمده است و اندر اون دروغ که بر وی گفتند. خب میگه این چه؟ خب و اون بدان وقت بود که پیغمبر صلی الله علیه به قضای بنی مستلق میرفت، و چون بدون قضا می رفت عایشه صدیقه را رضی الله عنها با خود برده بود، و هرگاه که پیغمبر صلی الله علیه به قضا رفتی زنان وی قرعه زدندی، و هر یکی را که قرعه بر وی افتادی او را با خود ببردی، و اندر اون نوبت قرعه بر عایشه رضی الله عنها افتاده بود، و پس از بهر او هودجی بساخت و او را اندر اونجا نشاند و با خود ببرد. و هوده چیزی باشد مانند اماری از چوب ساخته و آن را دری باشد و پردی بدون آویخته. پس عایشه رضی الله عنها اندر آن هوجت نشان و آن پرده بدون در فرو گذاشت و برفتند، و چون از قضا فارغ شد و بازگردیدند، چون به دو منزلی مدینه رسیدند و کاروان فرود آمد، عایشه صدیقه رضی الله عنها از آن هودج بیرون آمد و از میان کاروان بیرون رفت و به صحرا شد تنها تا مست کند، و گردنبندی سخت نیکو از مرواریدها و جواهرهای قیمتی در گردن داشت، و چون بدون صحرا رسید و مست خواست کردن از گردن باز کرد و اونجا بنهاد، و چون از مست کردن فارغ شد برخاست و به کاروانگاه باز آمد و اون گردنبند در اون صحرا فراموش کرد، و چون در هودج رفت دست به گردن کرد و گردنبند نیافت، و باز یادش آمد و باز یادش آمد که در اون صحرا رها کرده است، و از هودج به در آمد و دل مشغول بود و بدون صحرا به طلب اون باز رفت. حالا اینجور نوشته در واقع طبری، اینو جا گذاشته بود بازگشت. و هرگاه که از هودج به در آمدی اون پرده که بدون در آویخته بود بر بالا گرفتی و در گشوده رها کردی، و چون اندر اونجا رفتی پرده فرو انداختی، و از اون نوبت چون به طلب گردنبند میرفت اون پرده فرو افتاد، یعنی در این هودج افتاد، فکر نکردن هست یا نیست، و او به طلبان رفت و کاروان بار بر می نهادن که بروند، و اون هودجدار بیامد اون پرده دید که فرو انداخته بودن و پنداش که عایشه رضی الله عنها اندر اونجاست، و هودج برداشت و بر چارپای نهاد و کاروان برفت. پس بنابراین بدون عایشه کاروان رفت. واردان جان این تلفن چی اینجا می خونه؟ این دوستان باید اینا رو قطع کنن عزیزم. روزایی که کاسبی میکنن این 10-12 تلفن ما وسط برنامه مرتب داره یکیش ناله میکنه، جواهر میخوان، نمیدونن خیارسور میخوان، چی میخوان. و چون عایشه رضی الله عنها بدون صحرا رفت و گردن بند باز یافت و برداشت و بازگرد، چون به کاروان رسید کاروان رفته بود و هیچ خبر را ندید، و پس همون جایگاه بنشست تنها و گفت که لابد پیغمبر علیه السلام مرا طلب کند. و چون کاروان فرود آمدن پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه بیامد و در هودج نگاه کرد و عایشه رضی الله عنها را نیا، و با خود گفت که این چون تواند بود. پس امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه را گفت که تو بازگرد و به کاروانگاه رو ببین تا خود او را چه حال افتاده است. و امیرالمومنین علی برنشست و روی بدون کاروان نهاد به طلب عایشه رضی الله عنها، و عایشه اندر اون جایگاه تنها مونده بود تا روز ببود، و پیغمبر صلی الله علیه صفاب ابن حنظله ابن سلمی را بر ساقه لشکر کرده بود تا هر شبی چون کاروان و لشکر برفتندی او باز ایستادی و بام و بامداد در همه کاروان گاه و لشکرگاه بگردیدی تا اگر کسی یا چیزی فراموش کرده بودی یا گم کرده بودی او طلب کردی و برداشتی و بیاوردی و به خداوند اون باز رساندی. متاسفانه وقت نداریم برای این کار امشب. میگوید که این صفان ابن حنظله بر عقب لشکر میامد، اگر چیزی افتاده کسی جا مانده شیئی شمشیری سپری میاورد و خداوند اون باز میداد. آمد آشر پیدا. خب این لازم است که ما روز دوشنبه که روز مغالطات هست، اتفاقا بهانه خوبی شد که ما این داستان رو یک بار دیگه
بخوانیم ببینیم که این آیات قرآن چیزی نبوده از پیش معلوم شده. یک کسی آمده گفته است که من از طرف خدا آمدم، حرف من حرف خداست، به طور روزمره هر اتفاقی میافتاد متناسب با اون نازل میکرد. این بود که عقلای بزرگ مثل مأمون و سایر بزرگان فکری هیچ کدام قبول نکردن که این قرآن در لوح محفوظ چی بوده است. این چهارتاش برای این زن میومد، دوتاش برای کشتن اون یهودی ها میومد، پنجتاش برای جنگ خندق میومد، دوتاش برای نمیدونم گرفتن خیبر میومد، چهارتاش برای نفی اونایی که کمک نمیکردن میومد، دوازدهتاش برای منافقین که نمیرفتن جنگ، و همین کارا بود، سیاست بوده دیگه. عرض کردم اسلام عزیز دین نیست، واقعا یک مکتب سیاسی با یک رویه دینی، گرته برداری از آیین یهود و چیزهای از ایران زمین با فرهنگ عرب آمیخته، وگرنه همش برای این دنیاست، داستان جنگ و حکومت و گرفتن و زدن و کشتن و بردن و این چیزاست. معنویت درش ما ندیدیم، بنده که ندیدم معنی، از ابتدا جنگ بوده و کشتار بوده و اموال گرفتن بوده و زورگویی و تحمیل بوده و خراب کردن معابد دیگران بوده تا امروز. به جهت اینکه شما هرچه مؤمن تر میشی و نهایتاً آخوند میشی، از معنویت به طور کل خالی میشی. شما آخوند معنوی میشناسید؟ یکی به ما معرفی کنید ببینیم آقا در تاریخ این پیدایش علمای اسلام که آخوند میگیم اصطلاحاً، شما یه آدم معنوی پیدا کنید دو تا کلمه حرف مثل بایزید بسطامی گفته باشه، یا مثل حرفای عطار، بوی عشقی، بوی انسانیتی، بوی محبتی، بوی شفقتی، بوی ترحمی، ببینید دارن اینا. چون حقیقت اسلام هم همین بوده. نگاه کنید به این اعمال این آخوندها. حالا شب گذشته من گفتم این آخونده همه جنایتکارن. ممکنه دوستان آقا حالا همه هم جنایتکار نیستن، یه عده آخونده فقیرم داریم. بنده به شما عرض میکنم ما در زمان هیتلر فاشیست فقیرم زیاد داشتیم که اون یارو رو بازوش بود. امروز لباس آخوندی با لباس فاشیستای آلمان به یک در یک منزلگاه در یک جا نشسته. اونایی که شرافت داشتن یا این لباس درآوردن امروز، یا ای که دو جنبال این جریان نمیره. بنابراین هر کی امروز میره در فیضیه قم آخوند بشه، به طمع به دست آوردن مال و قدرت، این داستانی از این حرفا گذشته. این فاشیست های زمان نازی ها هستن، اون سری به شکسته داشتن، اما با عبا داره. اون زمان هم داشتیم فاشیست بیچاره فقیر هم در زمان نازی ها داشتیم، در زمان موسولینی هم داشتیم. فقیر بودن، بالاخره پرهیزگار بودن. خود هیتلر کم پرهیزگار نبود، هیچ یک قرون پول از این مال دنیا نداشت، هیچی نداشت هیتلر. یه مش تابلو مابلو داشت، وصیت‌نامه‌اش میگه که این تابلوها رو به من دادن، اینا ببرین بذاریم موزه. نه حساب بانکی داشت، نه در سوئیس بانک چیزی، نه پولی دزدیده بود. خیلی خیلی متقی بود آقا، شخص هیتلر. غذاش هم همیشه یا لوبیا بود یا سبزی. این حرفا رو در باب آقای علی خامنه‌ای هم میزنه که چه پرهیزگاری است این آقای علی خامنه‌ای، ماشاءالله. امیدوارم وقتی که پرده برافتد هم تو باشی و هم من، هموطن که به برنامه نگاه میکنی، تا ما ببینیم عمق جنایات این آدم‌ها که بر قدرت بودن، این آخوندهای بی‌انصاف چه بوده، چه حقی از این ملت بیچاره ضایع کردن، چه آرزوها که برباد دادن اینها، که ملت بیچاره ایران زمین برای بار دوم در یک قرن برای حیثیت و آزادی و استقلال مملکت را کم کردن نفوذ در واقع این امپریالیسم بین المللی که خونی مردم رو میمکید آمدن بیرون. و اینا چه خیانتی به امید کردن، این آخوند، همین آخوند، همین آخوند خمینی رو داره دستش، عجامر و اوباش هم جمع کردن، چنان که گویی نامی از آزادی نبوده، به وجهی که استبدادی که حاکم کردن میلیون برابر پلیدتر از اون استبدادی بود که بود در ایران.
این است که عرض کردم خدمت شما، هرچی آخوند، اگه آخوندی بود شرافتمند مثل اون علامه یه نامش حالا صلاح سیارم، لباسش در آورد و آقا این لباس دیگه، این لباس روحانیت و معنویت، این لباس دزدی و کلاشی. من فکر نمی کنم امروز آزادی خواهان، عدالت طلبان برون فیضیه قوم آخوند بشن بیان بیرون. اصلا و ابدا من چنین چیز رو نمی بینم، فکر نمی کنم. در قدیم می شد گفت آخوند جنایتکار نیست مگر عکسش ثابت بشه، الان باید گفت آخوند جنایتکار هست مگر عکسش ثابت بشه. آخوند امروزین که لباس این لباس به تنش هست، لباس فاشیستای امروزین به تنش هست، فاشیست امروز ایران، این دزد و جنایتکار هست مگر عکسش ثابت بشه. میبینیم یک آیت الله نشسته اونجا ماشاءالله، تمکار تمکار پول دوست، خودش نشسته با یه جایی چیز علی الظاهر فقیرانی، هزار جور فساد میکنه، هزار جور سفارش و هزار جور پارتی بازی و دزدی و تمام ثروت مملکت از عرض میکنم منابع داخلی گرفته تا این در واقع اکسپورت ایمپورت صادرات واردات، تمام دست بچه آخونداست که آخوندن دیگه، بچه متعمد بستگان، بستگان کسانی که کسب و کاری در اون مملکت دارن، در هر شهری باشن، تا پولا در چمدان نذارن برای این آخوند نبرن، کارشون نمیتونن انجام بدن. بنابراین من پشت سر این سخنی که زدم ایستادم که ما وقتی امروز آخوند ایرانی نگاه میکنیم باید فرض کنیم جنایتکاره مگر اینکه عکسش ثابت بشه. کجا ثابت میشه؟ بعدا ثابت بشه، در دادگاه باید ثابت بشه. حالا امیدوارم ما باشیم، حالا دیگران خواهند بود، ما نباشیم اصلا مهم نیست، اما یک روزی معلوم خواهد شد که پس پرده اسرار این حکومت فاسد چه جنایات این آخوندها کردن و متعلقان این آخوندها. این داستان عایشه هم از اون داستان هست. داستان دین از اول حقبازی بوده دوستان، کم حقبازی نیست که من بیام خودم معرفی کنم بگم حالا من دارم از اون بالا میام. آقا کدوم بالا میای تو که پدرت معلومه، مادرت معلومه، آقا میشینی غذا میخوری، همینجور احتیاجات داری، چرا از بالا اومدی؟ کدوم بالا؟ نه شما خبر نداری، یه امواج الکترومگنتیک هست، یه فرشته یهودی هست اسمش جبرئیله، اصلا اینا همش مال یهود بوده آقا، اصلا به اینا ربطی نداشت. این آمد میاد شبا برای من در گوش من چیزا میگه، من خیلی حرف این آقا، من قبول کردن چنین چیزی اصلا چیز عجیبیست واقعا. عربا هم قبول نمی کردند تا زمانی گفتم پول توشه آقا، یا عالم نفت توشه، اگه قبول کنی اموال دیگران مال شماست، یهو زیاد شده ماشاءالله. این آخوندام همون سیاست رو به کار میبرن. در همین جریانات عرض میشود که حسین و غیره و زالک و این اعیادی که برپا میکنن، هم پول میدن هم قضا میدن. آدم هم دنبال این چیزان، هیچ که دنبال موهوم نیست. آقا ما فقیریم نداریم ولی الله رو داریم الحمدلله، الله با ماست، کشته بشه میریم به بهش، بکشیم هم میریم به بهش. حمله به طرف کجا؟ به مدائن. همه زناش مال شماست، همه اموال و مملکت و زمین و تمام محصولاتش و اسبای زیباش اینا، خب میره دیگه، هر یکیش میشه یه بمب اتمی، کسی هم جلودارش نخواهد بود، چیزی ندارن، چیزی از دست نمیدی. بکش که میری به بهش، بکش هم میری به بهش، زنده موندی اموال مردم مال شماست. اینجوری گزارش پیدا کرده. الان هم این پاسدارای محترم مملکت ما فکر کنم مجانی کار میکنن. آقای محسن رضایی 15 تا محافظ داره، 15 نفر محافظت محسن رضایی میکنه، با داماد عزیزش در آلمان داره سرمایه گذاری میکنه، من اطلاع دارم، واقعا از این یکی خوب اطلاع دارم، زیر نام داماد عزیزش.
یا اون آقای شهردار دعوتش میکنن در مهمانی ها، اموال مردم، جاهایی که کشاورزی است که میخوان بگن نخ شهری است، پولهای کلان 15 20 تا 30 تا پرونده میزن، آقای شهردار امضا میکنه، بعد واسطه ها پولها رو میگیرن تقسیم میکنن بین خودشون. در واقع پدر عروس ایشان ظرف چند ماه طوری شده است که فرزند ارجمندش از دبی نمیدونم فراری 600 میلیونی میخره وارد میکنه. همش برای داستان پول بوده عزیزان، زر و زور، هر زری اینا زدن برای زر و زور بوده. خب اجازه بدید که یک موسیقی وارتان، استاد تاریخ، عرض میکنم که تاریخ ارمنستان، به بنده میفرمایند که روز ششم ژانویه ارامنه روز ششم هست، تولد مسیح و تعمیرش هم در اون بوده، بنابراین در واقع جداست از وضعیت. حالا در ایران ما ارمنی مترادف شده است از نظر معنی با مسیحی، در حالی که هیچ ربطی با هم نداره. آقا ارمنستان یک کشور قدیم بود، بعدها مسیحیت پذیرفت. یک مسابقه هم بود بین ایرانیان و روم که این گروه، این مردم این سرزمین رو که ارامنه باشن، که همین زبانشون هم همین زبان بوده، اون میخواست زرتشتی بکنه، اون میخواست مسیحی بکنه، آخر مسیحی شدن. بنابراین در لفظ عوام میگن فلانی ارمنیه یعنی مسیحیه، در حالی که یه مغلطه خیلی عجیبی است. اجازه فرمایید یک موسیقی ارمنی به انتخاب وارتان بشنویم، برمیگردیم و با آقای حمید کوثری صحبت می‌کنیم. بقیه این داستان عایشه رو روز دوشنبه می‌خوانیم. امیدواریم که آقای بازرگان هم مرحمت کنن گوش کنن. اون دوست عزیز ما که پیغام دادن، دوست محترم ما، نگاه بکنن و ببینیم که محمد ابن جریر چه نوشته است در این باب تا چند لحظه دیگه. در این حال دوست گرامی آقای مجید وارث که معروف حضورتون هستن اینجا هستن و یه عکس خیلی بزرگی از جهان پهلوان تختی دستشون هست، گویا روز یک شنبه روز مرگ پهلوان تختی است، که البته تختی مرگ نداره. ساعت 10:30 صبح از شما دعوت میکنم برنامه جالب گوش کنین. گویا پهلوان فیلابی هم مهمان آقای وارث هستن در این صحبت. خود مخلص حتما می نشینم و این برنامه نگاه میکنم، چون پهلوان فیلابی هم خاطرات خیلی خیلی جالب و جذابی از مرحوم پهلوان غلامرضا تختی داره. خب اجازه بفرمایید که من در باب عرض میکنم که آقای کوثری اون اطلاعات اندکی که در دستم هست خدمت شما بخوانم. از فعالین سیاسی بنیانگذاران کنفدراسیون دانشجویی هستند، از دوره دبیرستان وارد مبارزات آزادیخواهانه شدند و از سال 1963 تا 1978 در آمریکا به کار تحصیل مشغول بودند. پس از انقلاب به ایران بازگشته و پس از محدود شدن زمینه‌های فعالیت سیاسی به آمریکا مراجعت نمودند و از آن روزگار تا کنون در صحنه مبارزه بودند. در سالهای اقامت در آمریکا از جنبش‌های ضد جنگ ویتنام و جنبش‌های مدنی سیاه‌پوستان در واقع در اونها فعالانش مشارکت داشتند و دفاع می‌کردند در واقع از حقوق سیاهان، و در حال حاضر از فعالین و عضو هیئت سیاسی اجرایی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران هستند. آقای کوثری در رشته فلسفه و اقتصاد درس خواندند و اکنون مدیر یک مدرسه عالی آموزش کامپیوتر هستند. اونجا که سخن از در واقع کنفدراسیون شد، یک اطلاعیه هم کنفدراسیون منتشر کرده که دوست گرامی آقای رضا بدیعی برای من فرستادن، به نام یادمان پایگزاری کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی نوشتن: گرامی می‌داریم، 50 سال پیش کوشش‌های چند ساله دانشجویان ایرانی در اروپا و ایالات متحده سرانجام به ثمر رسید و در این زمان ایرانی با تأسیس کنفدراسیون جهانی در این زمان دانشجویان ایرانی با تأسیس کنفدراسیون جهانی در شهر پاریس با شرکت اتحادیه دانشجویان دانشگاه تهران به اتحادیه ملی خود در واقع دست یافت و چنانچه میدانید ما امسال 50 سال پایه‌گذاری کنفدراسیون جهانی اتحادیه ملی را از سر می‌گذرانیم
از همین کمیته متشکل از مسئولان کوشندگان کنفرانس جهانی ما با حمایت چندین تن از دبیران پیشین به اون سازمان دست به ابتکار تدارک جشنهایی برای این سازمان زدند و مطلب خیلی خیلی طولانی بود. بعد از کوشش های کنفدراسیون دانشجویی در راستای رسیدن به آزادی و دموکراسی و مبارزه با در واقع امپریالیسم جهانی و موضوع استقلال مملکت سخنان خیلی زیبا داشتن. مطلب خیلی طولانی بود، من همین مقدارش رو رونویسی کردم و آوردم اینجا. فکر کنم آقای کوثری روی خط هستن. آقای کوثری درود بر شما. سلام به شما و به بینندگان برنامه. آقای کوثری خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنیم. شما از قدمای فعالین سیاسی در آمریکا هستین؟ بله، در آمریکا و اروپا. در آمریکا و اروپا. در این نوشته‌ای که من در دست دارم آمده است که شما از 1963 وارد آمریکا شدین و تا سال 1978 در آمریکا بودین. نه، من 63 به آمریکا اومدم در 1970 و همون موقع وارد کنفدراسیون شدم. یعنی کنفدراسیون یک سال بود که تشکیل شده که من به آمریکا اومدم، یعنی تازه دیپلم دبیرستان گرفتم و اومدم اینجا برای درس و تا 1970 اینجا بودم. بله. 1970 رفتم اروپا و در کنفدراسیون در اروپا فعالیت داشتم تا 1978. آها آها آها، در واقع در خارج بودین، بخشش در اروپا تشریف داشتین، اینجوری برای من نوشته بودن. بله. آقای کوثری گرامی، عرض میکنم که کنفدراسیون نام خیلی بزرگی داشت و شهرت خیلی خوبی داشت. من به یاد دارم که از ایران که آمده بودم 1974 کنفدراسیون فعال بود و چقدر ارگانایز بود و در واقع برای هر اتفاقی که بود که لازم بود که اعتراضی بشود همواره کنفدراسیون در اونجا ظاهر بود. من میخوام از شما خواهش کنم که در باب، چون در باب کنفدراسیون امروز که یک استبداد به استبداد بدتری تبدیل شده، تمام مبارزات آزادی خواهانه، تمام روشنفکران، تمام کسانی که برای اعتراض به استبدادی که بود واقعا، اینها رو همه رو زیر سوال بردن و نفی میکنن و عرض میکنن که چیزهای عجیب و غریب. من میخوام جناب عالی و از چیز جمله چیزهای گفتن، آقا این کنفدراسیون وابسته بوده، پولهای میلیون دلاری از CIA میگرفت، از این حرفا. من میخوام شما چون عضو قدیم کنفدراسیون هستین، در باب سیاستهای پایه‌ای کنفدراسیون که کنفدراسیون دانشجو جستجوگر چه چیزی بود برای هموطنان صحبت کنید. بفرمایید قربان. من حالا با اون حرفایی که مخالفین کنفدراسیون دربارش میزنن اجازه بدید من یه اشاره بکنم. کنفدراسیون تمام مخارجش از طریق، یعنی درآمدهاش و در نتیجه مخارجش از طریق حق و عضویت اعضا کاری که اعضا میکردن و برخی برنامه های مثل عید نوروز، مهرگان و غیره که برگزار میشد و خود درآمدی داشت از این طریق تعیین شد. حتی یک شاهی از هیچ جایی بجز اعضای خودش به هواداران خودش دریافت نکرده و این یک دروغ تمام گزارشات مالی کنفدراسیون بود. موجوده محل درآمدش از کجاها اومده، برای چه چیزایی خرج شده، چون این گزارش ها مسئول مالی کنفدراسیون باید به کنگره های سالانه کنفدراسیون میداد. اینها همه موجوده، حتی از یک قسمت چاپ شده در مطالعاتی که دیگران درباره کنفدراسیون تاریخچه کنفدراسیون نوشتن و اینها طبیعتا یک سری دروغ است. اما کنفدراسیون از لحاظ سیاسی بر چند پایه تاکید داشت. یکم طبیعتا مبارزه با استبداد حاکم بر ایران و وابستگی بود. طبیعتا وقت در برابر این مبارزه با استبداد و وابستگی، در برابرش دفاع پیگیر از دموکراسی و آزادی بود. بله. و همینطور کنفدراسیون یکی از زمینه‌های مهم فعالیتش مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بود و از هر نوع زندانی سیاسی هر نظر و عقیده‌ای دفاع میکرد به خانه آزادیش بود. مهم نبود که
این چپی باشه، ملی باشه، مذهبی باشه، غیر مذهبی باشه، هر چی باشه. یعنی معتقد بود که کسی رو به خاطر عقایدش نمیشه به زندان داد. بله. و برای این مبارزه میکرد و در بسیاری از موارد هم موفق شد که احکام اعدام رو مجبور شد رژیم یا عقب نشینی بکنه، مثلا در مورد پادشاه یا در مورد گروه نیکخواه. بله. بعد نتونه اونها رو اعدام بکنه و باز در مواردی هم مجبور شدن زودتر آزاد بکنن برخی از زندانیان سیاسی رو. این از لحاظ رابطه کنفدراسیون از لحاظ سیاسی، این ها اساس پایه فعالیت های کنفدراسیون از لحاظ سیاسی. به دیگه کنفدراسیون با جنبش های آزادی بخش و جنبش های مترقی اروپا و آمریکا رابطه بسیار نزدیکی داشت. ما بسیاری از ماها از جمله خود من مثلا اون موقعی که در آمریکا بودم، مثلا هم نه فقط فعال کنفدراسیون بودم بلکه در SDS یعنی Students for Democratic Society که سازمان محصلین دانشجویان آمریکایی ضد جنگ ویتنام بود از فعالین سازمان بودم، همینطور در مبارزات مدنی سیاه پوستان برای حقوق مدنیشون شرکت داشتم و فقط من نبودم، یعنی بسیاری از اعضای کنفدراسیون در این زمین های دیگه فعالیت میکردم. در اروپا هم همینطور دوستان ما جنبش مترقی دانشجویی اروپا بسیار نزدیک کار میکردن، در جنبش های ضد جنگ فعالیت داشتن و طبیعتا اون وقت این یک رابطه متقابل ایجاد میکرد بین ما و این نیروهای مترقی اروپایی و آمریکایی. یعنی نه فقط ما در فعالیت های اونها شرکت داشتیم بلکه اونها هم در فعالیت های ما شرکت میکردن، به طوری که مثلا سفر شاه در 1967 به برلین بسیاری از دانشجویان مترقی آلمانی در تظاهراتی که ما سازمان دادیم شرکت کردن و حتی یکی از اونها کشته شد. ببخشید آقای کوسن، این فیلمی من دیدم از این همون ماجرایی است که از ایران چماغدار آورده بودن و با چماغ بچه‌ها می‌زدن؟ بله کاملا درسته، واقعا چیز وحشتناکی بود. اونجا و چماغدار از تهران آورده بودن بعد فوش خواهر مادرم میدادن. یه تیکه فیلمش رو من دیدم، آقای لیمونادی نشون داد، حیرت انگیز بود که چگونه مثلا یه میهمان محترم در یه کشور مستقل بزرگ بعد چماغدار شما از وطن بیارید که مخالفتون رو با چماغ بزنه. من همچین چیزی رو در هیچ تاریخی نایده بودم. یک نفرم کشته شد، یک آلمانی کشته شد. بله یه دانشجوی به نام اون بنزورگ کشته شد. حالا ما نمیدونیم در واقع همین چماغدار ها تیر زدن یا پلیس تیر زده، معلوم شخصا نمیدونم حقیقتش، یه خاطر من نیست، ولی برها اون کشته شد و این باعث شد البته اون وقت خیلی جریانات جنبش دانشجوی آلمان رو هم خیلی رادیکالیزه کرد این قتل اون بنزورگ و وسط به مراتب بیشتری بهش بخشید. ضمن فرمایش آقای کوسری من عرض میکنم یک فیلمی که گویا آلمان ساخته بودن نشون میده که چماغدارا اصلا نداشتن و پلیس آلمان شلیک کرد و اون آلمانی کشته شد. اینو من به یاد دارم، حالا نمیدونم صحتش چه میزان هست، ولی بفرمایید. هم بحث منم همینه، دقیقاً درست یادم نیست، حتی منم اینش که پلیس آلمان دیدم. بله بله بله. عرضم به حضورتون به همین دلیل است که اون وقت شما میبینید به کنگره های کنفدراسیون از همه نقاط دنیا، نه فقط اروپا و آمریکا، بلکه حتی مثلا جنبش آزاد بخش که در آفریقا وجود داشت یا در فلسطین وجود داشت یا حتی در ویتنام وجود داشت و حتی دولت ویتنام شمالی پیام میفرستاد و ابراز همبستگی میکرد با کنفدراسیون. عجب، یعنی یعنی هوشیمینه بعد دولتش دیگه هم دولت باریکلا بله 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 متوجه شدم. بله بعد یعنی به خاطر اینکه میدیدن ما صمیمانه مبارزات اونها برای استقلالشون حمایت میکنیم، یعنی یه شهرت جهانی پیدا کرد. بله بله شهرت جهانی پیدا کرد. بله و خب
جهانی هم بود. یعنی وقتی که ما میگیم کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی واقعیت داره، یعنی ما هندوستان تا کانادا در شهرهای مختلف اروپا، آمریکا، همه اینجاها سازمان‌های محلی داشتیم. یعنی هر کدوم وقت این سازمان‌های محلی در واقع فدراسیون‌های کشوری رو تشکیل می‌دادن، مثل فدراسیون آمریکا یا مثلا فدراسیون آلمان، فدراسیون غیره، که اون وقت مجموعهشون میشد کنفدراسیون. در واقع خط اصلی سیاست کنفدراسیون دموکراسی بوده و استقلال، غیر از این قربان؟ به هیچ، دقیقا همین که میفرمید. و فعالیتش هم همه در همین زمینه بود که با تاکید بسیار زیادی روی موضوع آزادی زندانیان سیاسی. و همین هم بود که خب وقت که شما دموکرات و آزادی خواه باشید طبیعتا نمیتونید بی‌طرف بمونید برای مبارزه دیگر مردم، برای همون دموکراسی و آزادی و استقلالشون. و همبستگی کنفدراسیون با اون با مبارزات دیگران هم از اینجا ناشی میشه. حالا شما صحبت میفرمودید، من به این فکر میکردم که قطعا بچه های کنفدراسیون، رهبران کنفدراسیون، اعضای کنفدراسیون از انقلاب بسیار خوشحال و راضی بودن و حتما مثل خود شما که بازگشتین تعدادی برای کمک به نهادین ساز بنیاد کردن آزادی در مملکت حتما بازگشتن. آیا کنفدراسیون تلفاتی هم داد بعد از انقلاب، یعنی که وارد فعالیت ها شده باشن و بعد به دست این رژیم از بیرون رفته باشن؟ بله، بسیاری از اعضای کنفدراسیون به دست رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، از جمله تعداد بسیاری از دوستان نزدیک و چندین و چند ساله خود من که ما در شمال کالیفرنیا که من اونجا درس میخوندم با هم دانشگاه بود میرفتم و عضو انجمن شمال کالیفرنیا بودم، عضو کنفدراسیون بودم. میتونی نام ببریم یه تعدادی ببینیم که شاید هموطنان آشنا باشن با نام هاشون؟ اگر یکی دو نفری رو یادتون هست میتونی نام ببریم، یادی بکنیم از اونها. سیامک زهیم، فریدون عبیابادی، فرامرز سمنانی، قاسم سفاری، من به حضورتون به چه دیگر هم بدن گردم. عجب عجب عجب. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ بوسوخ از دانشگاه UCLA بود. بله بله، اینا وارد شدن و رژیم گرفتن کشتن اونا رو. بعد از انقلاب اینا رو اعدام کردن. و خود شما باز برگشتید به آمریکا وقتی دیدید امکان کار نیست برگشتید؟ من وقتی که دوستام دستگیر شدن تونستم مخفی بشم، خوشبختانه دستگیر نشدم. یه مدت تقریبا نمیدونم 7-8 ماه مخفی بودم تا تونستم ارتباطات ایجاد بکنم که بتونم از مرز خارج بشم، یعنی از کوه رفتم ترکیه. بعد از ترکیه رفتم، این سال 82 بود، 1982 از ترکیه، یعنی میشه 61 1361. بعد از ترکیه رفتم آلمان دوباره و بعد 1980 برگشتم. عجب عجب. آقای کسری، عرض میشود که امروز در ادبیات سیاسی من فکر میکنم این اصطلاح غلطیست، میگویند که انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی، این انقلاب که آزاد شده بود نیازهای مردم ایران، اون چه باعث و در واقع سبب انقلاب شد نیاز به اسلام و اسلامیت که نبود. این اصطلاح رو شما چگونه میبینید؟ این انقلاب برای اسلام بود؟ به نظر شما برای اسلام میکوشیدید یا کمبود نماز و روزه داشتید آقای کسری؟ نه، منم مثل شما فکر میکنم. تعجب کنید که جنبش مردم ایران به هر حال از زمان مشروطه تا امروز هنوز با هم مشکلاتی رو بروز که در زمان مشروطه بود، یعنی انقلاب مشروطه بود، که یعنی فقدان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر. و جنبش شروع جنبش در سال 56 هم 1356 هم خب طبیعتا برای همین ها بود.
ولی اونچه که اتفاق افتاد این است که عوامل البته مختلفی بود، ولی یکی از عوامل مهمی که باعث منحرف شدن این جنبش بود این بود که رژیم شاه متاسفانه کلیه نیروهای مترقی و سکولار ایران رو از بین برده بود، یا متفرق کرده بود، یا به زندان انداخته بود، یا کشته بود، یا مجبورشون کرده بود خارج برن، و خلاصه هیچ تشکیلاتی وجود نداشت. در حالی که دست نیروهای مذهبی و روحانیت رو گذاشته بود و حالا بیم تازه خیلی هاشون رو از ساباک جیره ماهانه بله میگرفت. حقوق میگرفتن بله این است که و شما متوجه مدودت بعد اینها تنها تشکیلاتی بود که وجود داشت، یعنی یک شبکه گستردهی وجود داشت با مرکزیت قم و می رفت تا دورترین روستاها، و اینها این تشکیلات وسیع و متشکل رو داشتن و شاه رژیم شاه همه کسان دیگر رو از بین برده بود و هیچ تشکلی نبود. این است که اینها تونستن دست پیش رو بگیرن و غلبه کنن بر رهبری جنبش رو به دست بیارن. در واقع در مقطع انقلاب یک خلأ مطلقی از نیروهای سیاسی بود در مملکت ما. بلند درسته، یعنی من خودم هم وقتی که به ایران برگشتم و من اصلا به خاطر انقلاب برگشتم و با اون شوق و شوری که وارد شده بودم اینها کاملا متوجه بودم که ما از یک فقدان نیروی شکل نیروهای مترقی رنج میبریم، در حالی که اونها کاملا دستشون بازه و به صورت متشکل میتونن تبلیغ کنن، ترویج کنن در میان مردم. بعد رهبری رو اون وقت البته خب با دروغ ها و غیره شدن بود دیگه، یعنی مثلا خمینی گفت من با آزادی زن مخالف، بله خیلی چیزها میگفت، بله یا کمونیست ها میتوانند آزاد باشن، نقشیات میتوانند آزاد باشن. آقای کوسری، تمام این مصاحبه های خمینی رو از زمانی که فرانسه اومد ما از بس علاقه من بودیم به این داستان در واقع مسئله آزادی و اینها، این شخص، این مرد مهیل در واقع خبیث، هیچ سخنی نمی گفت که اساساً ارتباط مستقیمی به قضایای اسلام داشته. از آزادی می گفت، از صنعتی شدن می گفت، از آزادی روزنامه ها می گفت، از آزادی فعالیت چپ می گفت، از حقوق زنان می گفت. حتی سخنرانیش موقع برگشت در اون قبرستان یک سره سخنرانی سیاسی بود، مطلق فحوا و سبقه دینی نداشت. شما فکر می‌کنم با هم موافق باشین، به معنی که چوب قدرت به دستش آمد یک مرتبه 100% شد اسلامی. بعد بعد خلاش 4 ماه 5 ماه از انقلاب گذشته بود که گفت قلم‌ها رو بشکنید و چوب‌های دار رو بیافرازید. ایداد بیداد. به هر حال چیز دیگه متاسفانه، یعنی من شخصا فکر می‌کنم که حالا علاوه بر این مشکلات خب باید توجه داشته باشیم که بالاخره همه سال حکومت شاه سطح فرهنگ مردم رو هم خیلی عقب نگه داشته بود و این هم یکی دیگه هست. بله 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 همین جوره و این سطح فرهنگ عقب افتادی، این سطح فرهنگی که نتیجه فعالیت های اپوزیسیون نبود، بله. نتیجه حزب توده بود، نه نتیجه جبهه ملی بود، نه فعالیت های کنفدراسیون سمون شده بود. این سیاست های فرهنگی رژیم بود که مردم رو تا اون اندازه عقب نگه داشت. بلحاظ سیاسی بله بله و در نتیجه یعنی همه زمینه ها در واقع فراهم کرده بودن برای یک اتفاق افتادن یک همچین فاجعه بزرگ تاریخی. بله آقای کوسری، یکی از وقایعی که فراموش نشدنی هست و جزء حوادث تاریخی به حساب میاد، وارد تاریخ آمریکا شده، تاریخ جهان شده، موضوع مسافرت پادشاه ایران بود در روزگار جیمی کارتر و اون نبردی که در خیابون پنسیلوانیا اتفاق افتاد بین گروه‌های مخالف که کنفدراسیون بودن حتما دیگه، نه و فقط کنفدراسیون کسی دیگه نه. بعد این داستان که چوب ها در آمد از پشت اون
تصویرها و اینها، این از پیش بینی شده بود یا اینکه درگیری ایجاد شد این بچه‌ها حمله کردن به گروه ساواکی ها و غیره؟ اینو من اون موقع البته خودم اروپا بودم، ولی خب دوستان نزدیک من سازماندهیش میکردن. اتفاقا همین اسامی که براتون گفتم مثل فریدون علی آبادی و فرامرز سمدنی، اینا تو رهبری اون تظاهرات بودن و سازماندهان اصلیش بودن. این رو از قبل پیش بینی کرده بودن مطابق با قرارهایی که حقوقی که در آمریکا هست، اون بسیار پیکت ها، اون شعارهایی که نوشته بوده شما تو تظاهرات هم بکنید، باید یه چوب خیلی نازکی داشته باشه. ولی اینا چون پیش بینی میکرده که مورد حمله هم ممکن باشه شاه با خودش بیاره، بهشون هم بکنه، هم پلیس که خب بالاخره نزدیک کاخ سفید بود و غیره، این است که پیش بینی کرده بودند. اینا رو خبر خیلی چوبهاشو بلوتر از حد، بله، مثل یه چیزی نزدیک به بیسبال بت بود، مثل اون چماقایی که یه چیزی در اون حدود بود. چون وقتی جنگ درگیر شد من اونجا بودم تماشا میکردم، هم مضحک بود داستان، هم یه جوری شورانگیز بود، نمیدونم چی اسمشو بذارم. بله خب شما اونجا بوده میدونید که بعدش هم که باد بله پلیس سوار بدون محاسبه جهت باد، من گاز اشکاور انداخت و این گاز CS میگن، ما در تعلیمات با اینا آشنا بودیم، وقتی که شما در معرض گاز اشکاور هستین دست به چشمتون نباید بزنید. همین موقع هم پادشاه سابق ایران با آقای جیمی کارتر در روزگاردن بودن و پادشاه ایران مرتب چشماشو میمالید و این کار رو بدتر میکرد، سوز چشمو چندین برابر میکرد. جیمی کارتر اما دست به چشمش نمیزد، پیدا بود که اطلاع داشت. یه سخنرانی کوتاه شد، بعد وقتی که رفتن در چیز، یک فرشی رو پادشاه آورده بودن تقدیم بکنن، بعد جیمی کارتر گفت وی شود اپالوجایز تو د شاه فور تمپراری ایر پولوشن این واشنگتن، یعنی ما بایستی از شاه به خاطر این عرض کنم کثیفی هوا امروز عذرخواهی بکنیم. یک واقعه خیلی شگفت انگیزی بود، حتما تاثیر سیاسی هم داشته. نظر شما چی است؟ من راستش الان درست به خاطر نمیارم اسم این کتابو، ولی در یکی از کتابایی که در مورد انقلاب ایران از همین دستاندرکاران آمریکایی نوشته، گفته که بعد از اون تظاهرات بود که برای اولین بار در کابینه کارتر بحث شد راجع به این که شاه دیگه نمیتونه تو ایران بمونه. و وقتی که یه عده جوان دانشجوی در متعلق طبقه متوسط یه جامعه اینجور حاضرن با پلیس و همه در بیفتن در مخالفتشون با شاه، دیگه نشون میده که به پایانش نزدیک شده. حالا اگه برگردیم به کنفدراسیون، یه جنبه دیگه از موفقیت کنفدراسیون هم اجازه بده اول من بگم این ساختار کنفدراسیون چجوری بود. بله خیلی دوست داریم بدونیم، یعنی هموطنان حتما علاقمند هستن بدانن داستان کنفدراسیون چه بود. کنفدراسیون در پایه سازمان های محلی بودن، مثلا فرض بفهمید در کالیفرنیا ما یک سازمان دانشجویان ایرانی در شمال کالیفرنیا داشتیم، یه دونه سازمان داشتن ایرانی در جنوب کالیفرنیا، بعد همینطور مثلا سازمان داشتن ایرانی در نیویورک، سازمان داشتن ایرانی در شیکاگو، در واشنگتن و غیره. اینها سازمان های محلی بودن که این سازمان های محلی در واقع پایه های اصلی کنفدراسیون بودن. بعد مجموعه این سازمان های محلی فدراسیون های کشوری رو درست میکردن، مثلا فدراسیون آمریکا که ما بهش میگفتیم سازمان داشتن آمریکا، یا فدراسیون آلمان، یا فدراسیون فرانسه، که اینها در سال یک بار کنگره فدراسیون داشتن که سیاست های پایه‌ای سال آیندهشون رو تعیین میکردن. یعنی نمایندگان انتخاب میشدن از این سازمان های محلی، این نمایندگان جمع میشدن کنگره مثلا فدراسیون آمریکا و تعیین میکردن سیاست ها و برنامه هاشون رو، و یک هیئت دبیران 5 نفره انتخاب میکردن: دبیر تشکیلات، دبیر انتشارات، دبیر فرهنگی، دبیر مالی و دبیر دفاعی. دفاعی منظور
اون بخشی بود که به دفاع از زندانی سیاسی این ها کمیته‌های خودشون تشکیل دادن که کار پیش بردن. همینطور اون وقت گره های کنفدراسیون یک در سالانه برگزار میشد در همین فرانکفورت که امسال هم قرار دوستان ما جمع بشن در بخاطر 50 سالگرد آغاز کنفدراسیون در تعطیلات ژانویه دسامبر ژانویه که نمایندگان دانشجویان نمایندگان فدراسیون ها رو انتخاب میکردن میفرستادن اونجا. این نمایندگان فدراسیون ها که جمع میشدن کنگره کنفدراسیون و اونها هم سیاست های عمومی کنفدراسیون رو اون وقت برای همه سطح جهانی تعیین میکردن و اونها هم باز یک هیئت در ایران 5 نفره انتخاب میکردن به همون ترتیبی که عرض کردم که اینها رهبری کنفدراسیون میشدن برای یک سال. بنابراین یک مکانیزم کاملا دموکراتیک در درون کنفدراسیون وجود داشت. افراد اگر وابسته به هر حزب یا جریان سیاسی هم بودن اگر شرکت میکردن در کنفدراسیون در شرکتشون در کنفدراسیون به صورت فرد بود، یعنی به صفت فردی در کنفدراسیون عضویت پیدا میکردن و تمام رأی گیری ها و انتخابات و همه چیزها مبتنی بر اون اصل هر فرد یک رأی بود. عجب. و برابری میبینید که از همین پایین سازمان‌های محلی به صورت دموکراتیک دبیران خودشون انتخاب میکردن، بعد نمایندگانشون انتخاب میکردن برای کنگره‌های فدراسیون، اونجا هیئت دبیران فدراسیون تعیین میشد، بعد فدراسیون‌ها نمایندگان خودشون تعیین میکردن برای کنگره کنفدراسیون که همش با رأی اعضای سازمان. چه جالب بود. آقای کوسری، من یه سوالی به نظرم رسید پیرو مطلبی که به خاطر آوردم. وقتی که بچه‌ها در واقع بچه‌های کنفدراسیون تظاهرات می‌کردن، بعضی خبرنگاران می‌پرسیدن از شخص پادشاه یا کسانی که همراهشون بودن که آقا اینا کی هستن چه میگن، این می‌فرمودن اینا ایرانی نیستن. این که اینا ایرانی نیستن آیا نشانه این بود که دولت سابق ایران کنفدراسیون رو مطلقاً به رسمیت نمی‌شناخت، یا اینکه از طرف دولت کوشش هایی برای تماس با کنفدراسیون هرگز انجام شد یا نه، یا اینکه فقط سعی دولت برای در واقع سرکوب بود و در واقع نفی کنفدراسیون؟ بله، دوره های مختلف داره. اوائل تشکیل کنفدراسیون مصادف با سالهای 39-42 در ایران. بله، که یادتون باشه دکتر امینی نخست وزیر بود و جان اف کندی هم که اینجا فشار آورده بود به رژیم ایران که یه مقدار فضا رو باز کنه و بنابراین یک فضای نسبتاً بازی به وجود اومده بود و مبارزات مردم هم به رهبری جبهه ملی بود و در چارچوب قانون اساسی. بله، کنفدراسیون هم اولش همینجور شروع میشه ولی چند عامل باعث میشه که رفته رفته رادیکالیزه تر بشه. من یادم اوائل که من اومده بودم، مثلا در همون سال 63 که من عضو کنفدراسیون بودم، یک واجده کنسولگری ایران در سانفرانسیسکو ما تظاهرات داشتیم، بعد آخر تظاهرات هم رفتیم توی کنسولگری و خواستامون رو که نوشته بودیم دادیم به آقای سرکنسول ایران که اتفاقا ایشون آقای کوثر بودن که پسر محمد کوثر بودن که پسر عموی مادر من میشونه. عجب، اقا موقعش هم داشتین. حالا من اونجا من تصورت میگردیم زده ایشون. بله، من بزرگتون یعنی در این حد بود، یعنی میرفتیم اعتراضاتمون رو میکردیم، ناممون رو میدادیم، اونا هم میگفتن حالا میفرسیم یا میفرسن یا نمیفرسن نمیدونم. ولی چندین عامل خب رفته رفته باعث رادیکال تر شدن کنفدراسیون شد. یکی سرکوب هاییست که خب رژیم شاه شروع کرد بعد از 1963، یعنی 1342، و فضا رو بست دوباره و دوباره زندان ها، دوباره شکنجه، دوباره اعدام ها شروع شد و این تأثیر زیادی میگذاشت توی ما به عنوان فعالین کنفدراسیون که خب ما رو خشکی میکرد و بله. انگیخت و رادیکالی
مدیتیشن میکرد. این یکی از عواملش بود. یک عامل دیگه خب طبیعتاً شرایط جهانی بود، یعنی انقلاباتی که شده بود، مثل انقلاب تأثیر داشت در ما، انقلاب ویتنام تأثیر داشت در ما، از نه فقط در ما، در کل جنبش دانشی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تأثیر داشت. عرضم به حضورتون و این همراه با رادیکالیزه شدن این جنبش ها در این محل اقامت ما، حالا آمریکا یا اروپا بودیم، خب اینها تأثیر می‌گذاشت باز در کنفدراسیون. یه عامل دیگه که خیلی مؤثر افتاد در رادیکالیزه شدن کنفدراسیون اون بود که در 1971 که بشه مثلا 1350 یه ثابتی رفت پشت تلویزیون تو ایران و کنفدراسیون رو غیر قانونی اعلام کرد. غیر قانونی؟ بعد گفت غیر قانونیه و هر که عضوش باشه زندان داره و از هر. بعد از این بعد از اونم شروع کردن یک سری مقالاتی توی کیهان و تو اطلاعات در مورد کنفدراسیون و سازمان های سیاسی خارج شده که جاده بود که وقتی من اینا رو میخوندم، اینکه کنفدراسیون یک سازمان خیلی باز و علنی بود و هر کسی میتونست بیاد توش کنگرها شرکت کنه و غیره، میدیدن که چقدر اطلاعات اینها غلطه راجع به کنفدراسیون. یعنی چیزی حتی گاهن اسم منو مثلا در روز مقالات کیهان یه بار اسم برادرم رو نوشته بودن که برادر من اینجا کاردیولوژیست بود، اصلا از کنفدراسیون هم نبود، تباب کنفدراسیونش میکن عجب اروپا بودن. بعد یه جا دیگه اسم من نوشته بودن کوسر به جای کنفدراسیون. حالا برها خیلی با من خیلی اشتباهات عجیب و غریب دیگه هم داشت که معلوم بود اطلاعاتش رو خیلی با تو من باعث تعجب شده چون کنفدراسیون خیلی علنی و برها این چیزی که اینها گفتن و خب اینها امیدوار بودن با این تهدیدشون غیر قانونی اعلام کردن و اینکه زندان برای اعضای ما قائل بشن و اینا دوی کنفدراسیون اون رو ترکیب کنن. اتفاقا یه همچین بحثی هم بین فعالین کنفدراسیون صورت گرفت، یعنی یه تعدادی از ما یه مدتی بحث داشتیم که خب حالا در برابر این ما باید از چه روشی استفاده کنیم. اکثریت قریب به اتفاقا ما به این نتیجه رسیدیم که این داشتیان ترک نمی کنن کنفدراسیون رو، بلکه حتی به نظر ما رادیکالیزه میشه. بله محکمتر میشه معمولا. بله و همین هم شد، یعنی کنگره بعد از این بعد از اون که پرویز ثابتی این رو اعلام کرد وسیع‌ترین کنگره‌ای بود که تا اون موقع ما داشتیم. تا اون موقع کنفدراسیون رادیکال شده بود ولی هیچگاه بحث سر رژیم در کنفدراسیون مطرح نشده بود. آها میگفت کنفدراسیون منشورش میگه ما خواهان یک جامعه آزاد و آباد و شکوفان هستیم و به خواهان تغییرات اساسی هستیم. اینها رو بله بله از اونجا بعد از اون بحث چیز ثابتیه که یه اولین بار در کنفدراسیون مسئله سرنگونی رژیم مطرح شد. البته همون کنگره تصدیق نشد ولی در 1975 یعنی دو سه سال بعدش این تصویب شد، یعنی درست برعکس انتظاری که داشتن باعث شد که کنفدراسیون رادیکالیزه تر بشه. عجب. آقای کوسری چه بحث جالبیست، متاسفانه وقت کم هست. من در این وقت باقی مانده که باید 6-7 دقیقه بیشتر نباشه میخواستم شرایط امروز رو یک بحث بکنیم و این که شما فعال هستید برای برقراری یک سکولار دموکراسی در ایران، اگر ما وقت پیدا کنیم مجدد من علاقمند هستم با شما صحبت کنیم و مراتب مربوط به کنفدراسیون. اما امشب خیلی دلم میخواد بقیه وقت رو صرف این کار بکنیم، فعالیت های امروز شما و موضوع پیشبرد در واقع مقاصد دموکراسی و سکولاریسم. میخواستم ببینم نظر شما چگونه است. یک سوال بزرگم همیشه هست که چرا امروز کنفدراسیونی نیست و چرا امروز ایرانیان متشکل نیستن. خیلی دوست دارم یک اشاره به این دو مورد بفرمایید دوست عزیز. خب کنفدراسیون که یه نقشی داشت که دیگه با سقوط رژیم شاه پایان یافت و دیگه
خب ما ها الان دانشجو نیستیم، در میان سالیمون هم گذشته، بازنشسته شدیم. فعالین کنفدراسیون در نقاط مختلف دنیا هنوز فعالن، یعنی بسیاری ازشون فعالن. من امروز خودم عضو یک جمعی هستم، یک سازمانی هستم به نام اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران. ما از لحاظ تشکیلاتی، از لحاظ سیاسی تو موزه خیلی پایه‌ای داریم، یک حزب ایدئولوژیک نیستیم، هیچ وقت یک سازمان دموکراتیک هستیم و چند تا موزه پایه‌ای داریم. یکم موزه‌گیری در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامیه که اون رو یک قانون اساسی ضد دموکراتیک و ضد حقوق بشر می‌دونیم. بله. و خب طبیعتاً وقت بر همین مبنا خواهان گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشری. زنده باد. بعد این است، بعد این موضوع اصلی ماست. حالا طبیعت خوب این معنیش نیست که ما با هر گونه تبعیض مخالفیم و اینجور چیز. حالا البته یه بحثی هست که خب میان سکولاریسم در دموکراسی مستطره و درست هم هست. بله. یعنی شما نمیتونید دموکراسی داشته باشین که سکولار نباشه. بله، یعنی بله یعنی از تبعات دموکراسی یکیش هم سکولاریسم. خب بله بله، ولی ما مخصوصا تاکید به خاطر شرط ویژه ایران این رو میگیم سکولار دموکراسی، به خاطر اینکه بخوایم تاکید داشته باشیم. درود بر شما، متوجه هستم. و البته یک حالا همونطور که طرفداران رژیم گذشته مثلا با کنفدراسیون در مورد کنفدراسیون تحریف و دروغ میگن، رژیم ایران هم در مورد سکولاریسم همین کنه. بله بله، همین جوره. یعنی اعلام کردن میکنن که سکولاریسم یعنی ضد دین، میخوان دینتون رو بگیرن از این حرفا، در حالی که این اصلا معنای سکولاریسم نیست. بله. سکولاریسم اتفاقا سرسخت ترین مدافع آزادی ادیانه. بله بله، درود بر شما، زنده باد. در واقع سکولاریسم حالا لحاظ فلسفی اینه که به گذشته برمیگرده، ولی لحاظ تحقق اول اینجایی که چنین چیز متحقق شد آمریکاست. بله درسته. اینم به خاطر این است که بسیاری از مهاجرین اولیه‌ای که از اروپا به آمریکا اومدن به خاطر این اومد مهاجرت کردن که در اروپا سرکوب‌های مذهبی رواج داشت. بله. اینها برای خلاصی از اون به اینجا اومدن. بنابراین از همون من در میان مهاجرین یک تمایل شدیدی وجود داشت که دولت حق نداره در مذهب و دین ما دخالت بکنه. بله. و در واقع سکولاریسم هم همینه، یعنی عدم دخالت دولت در دین، در دین مردم. به به. طبیعتا ببینید، طبیعتا خب اون بر اون وقت سکش این میشه که خب اگر دولت در دین دخالت نمی کنه، خب وقت طبیعتا دین هم در دولت دخالت نمی کنه، چون اگر دولت در دین بخواد دخالت کنه یا به نفع یه دین باید رای بکنه یا به ضررش، و اگر هیچ کدوم این دوتا نتونه بکنه یعنی دین هم در دولت دخالتی نداره. بنابراین اون برای سکش هم میشه عدم دخالت دین در دولت. ولی در واقع خب اگر شما حالا دولتی داشته باشید که در دین و مذهب مردم دخالت نکنه، یعنی در واقع این دولت مدافع آزادی مذهب و دین شما هست. یه نکته خیلی جالبی هست که اگر به این به سبب بیل آف رایتس آمریکا مراجعه بکنید، متمم اولش اتفاقا درباره هم نه، البته در بعد از این موضوع به موضوع آزادی بیان و مطبوعات و تجمعات و اینا هم اشاره میکنه، بعد اصلا با همین موضوع شروع میشه که میگه که میگه که کنگره حق نداره هیچ قانونی رو برای استقرار دین و مذهبی یا جلوگیری از انجام فرایض دینی به تصویب برسونه. بله بله. دولت حق نداره نه به نفع یک دین نه به ضرر یک دین، به ضرر دین. بله. بازگیری بکنه. به این معنا در واقع سکولاریسم بلین مدافع آزادی های دین و مذهبه، نه فقط تو خب رژیم ایران آزادی رو فقط برای
دین و مذهب خودش میخواد و بقیه رو سرکوب میکنه. بله بله، کارش این بود از روز اول. ویژه ای از مثلا شیعه اصلا اشعری رو هم که خودش میپذیره، تازه بگرم که قبول نداره. برای ما برای مبنا چیز میکنیم. از لحاظ تشکیلاتی هم دقیقا از مدل کنفدراسیون سپاه، یعنی سازمان های محلی داریم. الان ما در آمریکا و کانادا در 13 نقطه آمریکا و کانادا سازمان های محلی ایجاد کردیم که همون دوباره بر مبنای عضویت به صفت فردی، هر فرد یک رأی، و نمایندگانمون رو انتخاب میکنیم. نمایندگان ما جمع میشن، کنگره های سالانه مون تشکیل میدن و اونها هم 7 نفر هیئت سیاسی اجرایی رو برای یک سال انتخاب میکنند. و از طرف دیگه حالا در ارتباط با اون صحبت شما که چرا یک چیز جهانی، ما داریم با دوستان دیگری که در همین زمینه ها با ما نزدیک هستن تا حدودی در اروپا صحبت میکنیم. مدت هاست که بحث داریم، نمایندگان ما و نمایندگان اونها، و امیدواریم که بتونیم در واقع به یک نوع ایجاد یک تشکیلات واحد در اروپا حسابه برسیم. بسیار عالی. و برای این هم داریم از یک طرف دیگه تلاش میکنیم. آقای کوثری گرامی، از شما بسیار سپاسگزارم. بسیاری از مطالب ناگفته ماند به خاطر ضیق وقت. من حتما با شما مجدد تماس میگیرم، در فرصت دیگری مطالب ناگفته رو با هم صحبت میکنیم. از شما دوست عزیز بسیار سپاسگزارم. با کمال میل و خیلی خیلی از وقتی به من دادید تشکر. خواهش میکنم آقای کوثری گرامی، خیلی خیلی از شما ممنونم. هموطنان گرامی، قربون شما، شب شما بخیر. هموطنان گرامی، با دوست گرامی فعال سیاسی آزادیخواه آقای کوثری صحبت میکردیم و دوست گرامی آقای بدیع ازشون دعوت کرده بودن که تشریف بیارم. خیلی سپاسگزارم دعوت ما رو پذیرفتن. از دوست عزیزم آقای بدیع هم بسیار ممنونم. شما هم وطنان که مطلبی برای گفتن هست، عام المنفعه، به دفتر سرزمین جاوید لطفا تلفن بفرمایید و من تلفن شما رو در اختیار دوست گرامی آقای بدیع میذارم، با شما تماس بگیرن که بتوانیم با هم صحبت کنیم. از وارتان عزیزم سپاسگزارم. از شما هم وطنان، هم زبانان، هر جا که هستید توجه فرمودید سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.